همین لحظه سوت آغاز بازی رو ایمان کهکش به صدا در میاره، در حالی که در چارچوب دروازه ی تیم پیکان امروز محمد ناصری قرار گرفته. اجازه کار رو میده آقای کهکش، ارسال اسماعیلی، یه فرصت و گل. گل دروازه مصر افسنجان باز میشه. قربانی بود که ضربه زد اونجا روی کاشته ای که براش ارسال کرد اسماعیلی، و علی قربانی همین بازیکنی که در تصویر میبینید موفق میشه گل اول پیکان رو به ثمر برسونه و حلقه شادی بازیکنان این تیم و کادر فنیشون تشکیل بشه. فولاد روزهای خوبی نداشت، اینجا ببینید به این شکل با این ضربه کاری هم از حامد لک بر نیومد و حالا در پیکان حسابی گل کرده این علی قربانی، اینجا گل هم میزنه. پیکان 1 مصر افسنجان 0. از نماهای مختلف ببینید ایمان کهکش اومده و با داور چهارم آقای مهدی اجاقی صحبت میکنه، دست به جیب میشه، به کی میخواد کارت بده؟ به کارت قرمز رو یه لحظه من دیدم دستش، و رحمان احمدی رو مربی دروازه‌بان های تیم مصر رفسنجان رو اخراج میکنه. نادر فتح‌اللهی هم اونجا هست، محرم هم از احمدی میخواد که دیگه بدون بحث و صحبتی زمین رو ترک کنه. یه پاس بلند، سجاد میتونه بزنه، پاس میده، همچنان فرصت برای مسیحا هست. محبی توپی که به تیر دروازه برخورد میکنه، چقدر کم شانس این مس، نگه میداره آژیر در مقابلش، پاس خوب او و ضربه ای که با پای چپ میزنه علی محمدی. اشتباه میکنن، توپ از دست میدن، یه ضد حمله عالی، حالا دوتا حامد دوباره در مقابل هم، پاکدل عبور میکنه و یه برخورد. تصمیم داور چیه؟ کادر فنی پیکان تمامش بلند شده داره میره سمت زمین و اعتراض به داور، اما یه کارت زرد به حامد پاکدل و داور نظرش اینه که تمارز کرد. اینجا به این شکل از حامد لک گذشت، اینو داور نظرش این بود که خطایی اتفاق نیفتاد و بلافاصله بازی هم دنبال میشه اونجا. حالا اجازه کار رو میده، ارسال میکنه توپو، توپ برخورد میکنه به سر شهبازاده، یه بار دیگه یه شوت از راه دور و توپی که باز هم روی خط کنترل میکنه. چه شبی رو داره میگذرونه این محمد ناصریش. این چه اتفاقی افتاد؟ این ضربه سری بود که شهبازاده بود، دفع ناقص از راه دور، این توپی که از این زاویه هم به نظر نیومد که گل شده. حالا نمیدونم، باز هم از نماهای مختلف باید ببینیم، اما با تموم شدن بازی همچنان اعتراضا کنار زمین ادامه داره. اینجا باز هم علی محمدی، بازیکنان تیم مصر رفسنجان هستند که با هدایت آقای نوید کیا، یه فرصت برای مصر و گل. گل برای مصر. همین ابتدای نیمه دوم مسیحا به بازی بر میگردن. یه فرصت استثنایی و تماشایی. عرض کردم مصر در نیمه اول هم شایسته شکست نبود، اما این علی عدنان عراقی اومد حالا در همین ابتدای نیمه دوم کار را به تساوی کشوند، در حالی که در موقعیت خوبی هم بودن. زمینی که شما صحنه به ثمر رسیدن گل رو ببینید، یا چیپ استثنایی زد این محبی، درست مثل یه مهاجم ششدانگ پاس گل رو علی عدنان داد. این بار محمد ناصری هم که از دروازه بیرون اومد دیگه کاری رو نتونست انجام بده، هرچند که بلافاصله بعد از این گل یه ارسال، فرصت برای مس، میتونه بزنه، وای چه فرصتی رو اونجا از دست دادن مسیحا. واسعید صحنه رو ببینید، ببینید اینجا کنترلش به این شکل، این دور باید روی زمین میزد، اگه زده بود چه گلی میشد. واسعی هم نمیتونه اینجا دروازه پیکان رو باز کنه. خود محمد ناصری حالا دوباره، محبی تک به تک چی میشه، میتونه بزنه، میزنه و باز هم این توپ از بالای دروازه به بیرون میره.
اینجا ببینید، به این شکل توپی که جلوی پاش افتاد و باز هم ضربه در این گوشه زمین. ستاری پاس پشت پای خوبی که میفرسته ایمان اکبری، حالا آزاده، یه اشتباه و گل. گل برای پیکان. چه اشتباهی، چه گل بگم باد آورده ای. اما هر چی که بود، حالا پیکانی ها گل دوم خودشون رو هم به ثمر میرسونن. برخورد کرد به رامتین سلیمانزاده باز هم و دروازه مصر رفسنجان باز شد. از این نما هم ببینید، اصلا کلن دیگه حامد لک رو با اون ضربه ای که خورد به سلیمانزاده از چپ شروع میکنن. فرصت برای مسی هست. حالا باقری میتونه بزنه، میزنه و باز هم ناکام میمونن مسی ها. این بار همین ناصری بود که ناجی دروازه پیکان شد. فرشید باقری در این صحنه میتونست دروازه رو باز کنه. اینجا ببینید این پاس پشت پای عالی و سری بازی رو آغاز میکنن. یه بار دیگه ناصری و گل. گل، گل برای مصر رفسنجان. محمد ناصری هم دیگه نمیتونه روی این صحنه کاری کنه. واکنش نصف نیمه او و حضور به موقع محبی، دبل میکنه محمد محبی. مصر رفسنجان 2 پیکان 2. مصر زودتر از اون چی که فکر میکردیم به بازی برگشت. باریکلا به این لاله های نارنجی. چه بازی شده، چه تماشایی شده این مسابقه. از این نما ببینید، اینجا توپو نگه داشت به این شکل و عالی دور زد. این واکنش ناصری و مثل یه عقاب از راه رسید این محمد محبی و دروازه رو باز کرد. هر چقدر که ببینید کم دیدید. عالی کار کرد در این صحنه سجاد شهباز زاده. خود فرشید، اشتباه فرشید. اگه لک بتونه تک بزنه، میزنه، اما قربانی، حالا دروازه خالیه. قربانی و خودش رو در مسیر توپ قرار میده رامتین سلیمانزاده. یه گل به خودی زدن. اینجا ببینید این تکل حامد لک بی اثر بود. اینجا سلیمانزاده ببینید با چه گامهای بلندی خودش رو میرسونه مقابل دروازه خالی. یه ارسال، فرصت برای باقری. باز هم توپ باقری به بیرون رفت. چه کم شانسیه این فرشید باقری. اینجا هم خودشو خوب پرتاب کرد، خوب رسوند به توپ. ببینید، اما توپش از صحنه های زیبای فوتبالی بود که اصلا من متوجه نشدم این 90 دقیقه کی تموم شد. 5 دقیقه زمان تلف شده و حالا باید ببینیم که بله، همینجا هم داور سوت این بازی زیبا و دیدنی رو به صدا در میاره. از اون مسابقه هایی که کاش تموم نمی شد، واقعا کاش تموم نمی شد این بازی. برحال مصر و پیکان به تساوی 2-2 می رسن. قطعا از تماشای این بازی شما هم لذت بردید. براتون آرزوی موفقیت می کنم و همراه هستیم با وحید محمدپور در شبکه کرمان. شبتون بخیر، خدا حافظ.